خانم ها و آقایان سلام عرض کنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که خوش هستید و خرم و سرکیف. من ارادتمن شما هستم، ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از شهر تاهو، لیک تاهو، در گیشه زیبایی در شمال کالیفرنیا و طریق شبکه جانی تلویزیون ملی پاس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و ناظرین گرامی هستم. اول قضیه، حالا میگه چرا لیک تاهو هستم؟ والا وقتی که شما دیگه نوه دار میشید تازه مثل این که بچه دار شدید، از اول باید شروع کنید. یه زمان خوب بالاخره بچه ها رو بزرگ میکردیم، حالا باید دنبال نوه ها بگیریم. بچه نگه که نوه دو تا نوه من اینجا مسابقه بسکتبال داره. حالا فکر کنید که مثلا اینا کلاس 11 دبیرستان هستن یا دانشگاه میرن مسابقه بسکتبال مثلا در یک شهر دیگه که 4-5 ساعت هم رانندگی، حقیقت 6 ساعت رانندگی رو ما رسید. حالا تو شهر اینه میخوام مسابقه دارن، چند سالشون؟ 8 سال. خب ورزشو از همین زمان ها شروع میکنن تو آمریکا و همین دلیلی میبینیم که اینا آقای ورزش جهان هستن، آقای المپیک هستن، چون از کودکی شروع میکنن و جدی هم میبینن. یعنی من فکر کنید که نوه 8 ساله من تیم کلاس دومش تو تمام کلاس دومی های شهر خودشون اول شدن، حالا باز بیان در یک منطقه بزرگتر مسابقه بدن. همینجوری رده بندی سنی که گفتم که از همون دبستان شروع میکنن. واقعا به نظر میاد بعضی توپ بسکتبال براشون خیلی سخته که سنگینه براشون پرتاب بکنن، ولی خب از این سن که شروع کنید در نتیجه اونی میشه که میبینه. ما معمولا در مملکت خودمون ورزش رو از سنهای بالا شروع میکردیم، دیگه اواخر که میگفت آقا باید ورزش از اول شروع کرد، دبستان دیگه یواش یواش شد. دبیرستان 14-15 سالگی بچه ها میرفتن دنبال ورزش، ولی قبل از اون ورزش جدی نبود، دبیرستان هم جدی نبود. حالا ممکن این کلاس با اون کلاس، این مدرسه با اون مدرسه مسابقه بده، ولی کن به این شکل که اینا یه جوری بشه بچه 8 ساله حالا باید در مسابقات بسکتبال 8 ساله های آمریکا شرکت کنه، همینجور هر روز مسابقه دارن. حالا برای ما هم اومدیم نوال این نواها که مسابقه بسکتبالشون بده. حالا خوشبخت کنه یکی از اشتهای ورزش اساسی من توی دانش دبیرستان بسکتبال بود. البته پدرشون داماد من باشه مربی تیم بسکتبال همون کلاسشون، حتی شغلش نیست که شغلش نیست، اتاق بازرگانی، ولی خب معمولا پدر و مادر هستن که اون مربی بچه ها چند مربی تیم های ورزشی میشن. باز این هم این چیزی که ما اینجا یاد گرفتیم، ایران یه معلم ورزش بود برای همه مدرسه. نه الان داستان به این شکلی که پدر و مادر ها مثلا مسابقه مربی تیم والیبال میشن، بسکتبال میشن، پینگ پونگ میشن، شنا میشن، یه معلم ورزش نیست، همه والده معلم ورزش هست. خب یه سیستمی که هستش، حالا بعد هم نایمد امروز در مورد این موضوع اشاره کوچیکی بکنم به تفاوت سیستم و چطور میشه که مثلا یه کشور مثل آمریکا همواره بیشترین مدال های علای المپیک رو داره، چون ورش از ریشه شروع از سالهای بودنش. و اما یه ورزشکار ما رفت، آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی، ایشون ورزشکار بود در امضا کردن حکمای اعدام خیلی قوی و مصمم امضا می‌کردن و آمار رسمی وجود نداره، ولی تا اونجایی که در خاطرات آقای منتظری اومده یا در فایل صوتیش میگه بیش از 3800 نفر شما دو هفته اعدام کرد و شما جنایت شما رو تاریخ نمیبخشه. بله نمیبخشه. حالا آقای رئیسی
به طوری که کاری نداشته باشیم، کاری هم نداریم در همین زمانه به اصطلاح این 3800 تا بعض آمار از 5000 تا 6000 تا و خیلی اینا خانواده داشتن، پدر داشتن، مادر داشتن، خواهر داشتن، برادر داشتن و حال دوست داشتن. رفیق شما آقای رئیسی اینا خوش و خودتونم اینجوری رفتید چه موقعی رفتید که از زمانی که این همه شما کشتید، این همه اعدام کرد، این همه جنایت کردید که برسید به مقام بالای حکومت بشید President of Islamic Republic of Iran، یه به اوج رسیده بودید، همون سر اوج که این همه جنایت کرد دست طبیعت تعطیل شد. حالا دست طبیعت هست یا نیست، من خدمت رو عرض کنم که دوشنبه هفته پیش من تصمیم داشتم که از خلبان ها رو بیارم روی ایر، یه گفتگی باشه رو که نشد و یکی دیگر دوستان خلبان من که خلبان هلیکوپتره برای من دیده بود، یه متنی فرستاده توسط دو تا دیگه از دوستانش که یکی از دوستان باز خلبانه، برای اون فرستاده و اون دوستمون این متن به من رسونده، از آریزونا هم هست، اسم پوشی هم همین بشه. دیگه که من بررسی کردم خلبان بوده، خلبان هم هلیکوپتر بوده، یه تمام شواهد نشون میده که در هلیکوپتر یه بمب جاسازی شده بوده، یه بمب کوچیک، و یکی از هواپیماهای که کنترل بمب از راه دور بوده و یکی از دو هلیکوپتر جلو عقب در واقع با کشیدن ماشه یا فشار دادن دکمه بمب زیر هلیکوپتر رو منفجر کرده. میگه این کاملا مشهوده و نکته دیگه بهش اشاره میکنه، میگه که اگر دقت کرده باشید تو ویدیوهایی که بوده، خب این جنازه همه سوختن و شدت سوختگی به حدیه که نتیجه انفجار بمبه، ولی که در این وسط نگاه کنید یه جنازه خودشلوار پوشیده از پشت تو زمین افتاده و نسوخته، جنازه نسوخته. این خلبان هلیکوپتر نتیجه گیری میکنه که این کسی بوده که در واقع این بمب گذاشته از عوامل زمینی بوده، اومدن در واقع نشانه ها رو جمع بکنن، این همونجا باید کشته میشده، همونجا کشتن میشه. این داستان ترور آقای بهشتی و آقای عبداللهیان به اعتقاد من الان تقریبا یه مقدار روشنه، عوامل خارجی درش نبودن. این روزم یا به وقت ما هم هنوزم امروزه در ایران این فرمانده نیروهای مسلح و فلان اینه گفتم ما بررسی کردیم ستاد مشترک ارتش و فلان و بیسار، این گلوله‌ای به هلیکوپتر اصابت نکرده، صحبت انفجار نبوده، بلکه بدی آب و هوا و مه و از این صحبت ها بود که به نظر من و به نظر خیلی ها این آمریکایی ها میان بلشته مزخرفه. وقتی امام جمعه دو دفعه تلفن با عمر خط تو تهران صحبت میکنه دو بار و گفتم که بچه دبستانی میتونه تشخیص بده که الان این آخوندی که داره تلفنی مثلا جزو سقوط کرده هست کجاست، بابا همه ما میدونیم دیگه لوکیشن با این تلفن های دستی راحت میشه تشخیص داد چی کجاست، ولی کن
تا 6 ساعت یا بیشتر نمیرن سراغ محل، نمیگن پیداش کنه، قراره که همه چیز مدارک جمع آوری بشه. در ایران هم یکی رو به بند شدیدیه در این مورد، و کسایی که تو مثلا تو اینستاگرام مطالبی در این زمینه میشه یا احضار شدن یا بهشون تذکر داده شد. خلاصه یه شیر تو شیریه، حالا از این تو چی در میاد اجازه بدید که دو تا از دوستانی که مسائل سیاسی و خبرهای روزه خیلی در یه دنبال کردن مهمان برنامه من هستن، میان و توضیح میدن که چه خبره. پیاماری میبینیم و برمیگردیم. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت گذاری، نمایشی از بهترین ساعت های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. گل فروشی و هدیه سرای هارمونی. گل‌های زیبا با چیدمان حرفه‌ای ویژه مناسبت‌های گوناگون. تلفن 408-229-3113. آدرس ساراتوگا روبروی قنادی بی بی جنب استارباکس در شهر سن‌حوزه. هارمونی. سوپرمارکت کوپرتینو و رستوران پرژن کباب در خدمت هموطنان عزیز. ارائه انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات تازه، کباب داغ و انواع غذاهای خوشمزه اصیل ایرانی. بهترین کباب از ما، امتحان از شما. کیترینگ مهمانی ها و مجالس شما پذیرفته می شود. تلفن 408 257
1900 آدرس 7335 بالینجر رود در شهر کوپرتینو شمال کالیفرنیا. انور بازار اینک با مدیریت جدید ایرانی در خدمت شماست. انواع گوشت و مرغ حلال، میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و انواع سوسیس و کالباس، خشکبار و تنقلات ایرانی و افغانی، برنج و چای در برندهای متنوع، نان بربری تازه هفت روز هفته، کباب داغ جمعه، شنبه و یک شنبه ها از ساعت 11 صبح. آدرس 2626 یونیون اونیو در شهر سنهوزه. تلفن 408-559-6175. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانه پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم آقای ایرانی، وطن بسیار بسیار از دیگه گرامه. خب جناب آقای بیژن مهر، رئیس روابط عمومی جبهه ملی رو در سمت چپ تلویزیون های خودتون مشاهده می کنید و در سمت راست جناب آقای اردلان مقدم از جناح چپ. دوستان خوش آمدید. یه مدت زیادی غیبت داشتید و ما موفق به زیارت شما عزیزان نبودیم. خب بفرما خدمت شما و خدمت آقای اردلان و بینندگان عزیز. اردلان هم شما اول پرسی بکنید که من سوالا رو شروع کنم. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز آقای مهر و دست ندارکاران برنامه. عالیه. ببینید این سلام علیک جزء فرهنگ عجیب و غریب و خلل ناپذیر ماست. آمریکایی میبینید و اصلا اکثرشون سلام هم نمی کنه، نمیگن آقای اصلا صحبت میبینید سرشون میندازن یا حالت چطوره. ولی ما سلام نکنه میگن که ما آدم های بیادبی هستیم. بنابراین گفتم اول شما سلام علیک کنید که این سوء تفاهم به وجود نیاد. خب برسیم به مسئله جدیه برمان و اون این که آقای بیژن خانم مهر، این ماجرا رو شما چجوری ببینید؟ اول شرح قضیه رو بدید، دیدتون در این زمینه چگونه است و ماجرا چگونه و چه زاویه‌ای مورد بررسی قرار داره. بفرمایید خدمتتون آقای بیژن خانم مهر. آقای دلار، این بسیار بسیار مشکوک است. یعنی شواهدی که هست، گفته هایی که آقای اسماعیلی رئیس دفتر آقای رئیسی گفته که هوا خوب بوده، مشکل جوی نبوده، دو تا هلیکوپتر دیگه به سلامت رسیدند، اشکالی نداشتند، و بعد ایشون گفته که با تلفن خلبان تماس گرفته ولی آقای آل هاشم امام جمعه تبریز جواب داده و 3-4 ساعت با ایشون در تماس تلفنی بودند و در یک محدوده ای که به هر حال مشخصه دیگه، اون هلیکوپترها بلافاصله متوجه شدن که یه هلیکوپتر غیبش زده و تو اون محدوده و اون مساحت محدود چطور میشه که 16 ساعت طول بکشه تا لاشه رو، تازه اونم با توسل به ارتش ترکیه و با استفاده از پهپادهای اونا برای دید در شب استفاده کنن. به هر حال تمام اینها حکایت از این داره که یک جریان مشکوکی رخ داده و این اون حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی رو تداعی میکنه که چند روز جمهوری اسلامی سعی داشت اون رو مخفی کنه، دروغ گفت و به هر چیزی متوسل شد که بگه این سقوط بوده، ولی خب به هر حال شواهد آمد بیرون. الان هم به همین صورته. به نظر من آقای دلدار، سه مظنون در این واقع وجود داره اگر سانحه نباشه، که به نظر من سانحه نبوده. اولیش آقای خامنه ای هست، مظنون اول، برای اینکه اون افتضاحی که ایشون با انتخاب رئیسی و اون انتخابات مهندسی شده رو بتونه جمع کنه دست به این کار زده، چون دیگه راه دیگه ای نداشه که مملکت در سراشیب سقوط. ضمن اینکه مذاکراتی هم در عمان برای احیای برجام صورت گرفته بود که اون هم یه سری از بیت آقای خامنه ای رو ناراحت کرده بود. دوم سپاه پاسدارانه، برای اینکه آقای رئیسی نمیتونست منافع سپاه رو تامین کنه و خیلی در سپاه از او ناراحت و نگران به اصطلاح ادامه حکومت او بودن. و مظنون آخر هم اسرائیل، به خاطر این
خط و نشونایی که برای همدیگه میکشن، برای رجزخانی هایی که میکنن. البته اون به نظر من احتمال جسمه کمتره، ولی این سه نهاد توانایی و قابلیت یک همچین کاری رو دارن، ضمن اینکه این کارها هم قبلا در جمهوری اسلامی دیده شده که مخالفان خودش رو اینجوری از بین ببره. هواپیمای فرماندهان ارتش بود که اگه یادتون باشه این اتفاق افتاد، از بین رفتن مصطفی چمران بود که با ترکش خمپاره خودی کشته شد. و به هر حال این کارها از جمهوری اسلامی برمیاد. من به نظر من اگه بخواید از سلسله مراتب به مظنون‌ها رو معرفی کنید، این ستان مظنون، جناب آقای اردن خانم مقدم، جناب علی، نظرتون در رابطه چی است؟ ببینید، تو هر حرکت سیاسی، هر حرکتی که انجام میشه، شما باید ببینید که این حرکت به نفع چه کسی انجام شده. مهم نیست چه کسی انجام داده، به نفع چه کسی انجام شده. اولا که در تمام دوران این 40 سال و اندی جمهوری اسلامی، به جز یک نفر که خود خامنه ای بوده، بقیه رئیس جمهور را نفرین شده بودن. همشون دچار مسئله و مشکل شدن، یا کشته شدن، یا زندان رفتن، یا ممنوع القلم، ممنوع التصویر شدن، یا فرار کردن از ایران مثل بنی صدر. هیچ کدوم از ریاست جمهوری ها سرانجام خوشی نداشتن. توی این جریان هم اصلا مهم نیست که این چطور کشته شده، مهم اینه که کشته شدن رئیسی به نفع چه کسی بوده. رئیسی رقیب بزرگی میخواست باشه، خودش داشت سعی میکرد باشه برای مشتبه خامنه ای در مورد ولایت فقیه آینده، و این به احتمال زیاد حذف شده که راه مشتبه خامنه ای باز بشه. همونطور که قبلا دو زمانی که رئیسی انتخاب شد هم من گفتم بهتون، رئیسی رو رئیس جمهورش کردن که این یه مقداری از اون سودای ولایت فقیه دست بکشه، بگن که خب تو ما به تو این مقام رو دادیم، حالا بیا کنار دیگه، تو بیا به همین بسنده بکن، که نکرد و این سرانجامش بود که بهش دوچار شد. حالا این نکته جالبی شما بهش اشاره کردید و همچنین آقای بیژن مهر، چون یکی از حالا مهمیز یک نفر، حالا واقعا اسمش نمیدونم، نوشته یا گفته که ادعا کرده بودی که آقای رئیسی با یکی از مقامات بیت رهبری صحبت میکرده و نظرش در مورد این که آقای رئیسی رهبر آینده هست یا نه و چی فکر میکنه رو مطرح کرد آقای رئیسی. اون مقام عالی رتبه بیت رهبری اینه تکذیب کرد، ولی اون چیزی که این اداره که من نوار صوتیشه دارم، من فایل صوتی رو دارم که این سوال رو از شما کرده و شما در موقعش جواب میدادید. دیگه طرف در بیت رهبری دیگه صداش در نمید. پس معلوم میشه که یه بحثی بوده، یک مشاجره بوده، یک سوال و جوابی بوده که برای آقای رئیسی پیش اومده که آیا هنوز مسئله ولایت فقیه بی پس از درگذشت علی خامنه‌ای وجود داره یا نداره. این نشون میده یه بحثی و جدلی اونجا بوده و بنابراین میدن که همونطور که از حضای عزیزا فرمودید، قضیه داره جدی میشه و آقای رئیسی رو ممکنه نتونن جلوشو بگیرن. در این زمینه جناب آقای بیژن‌مهر دیگه چی فکر میکنید؟ آقای دلار، نشریات ایران هم الان شروع کردن به تحلیل این که این حادثه نبوده و یک توطئه بوده. نشریه انتخاب، نشریه جمهوری اسلامی، اینا همه دارن یواش یواش دارن. البته این طول میکشه های دلدار، ولی خب دقیقا مثل هواپیمای اوکراینی، یه روزی حالا دیر یا زود این ماجرا روشن میشه. این که باندهای مافیایی در جمهوری اسلامی با هم دیگه درگیری و جدل دارن اصلا هیچ شکی درش نیست و خیلی از این درگیری ها هم خونباره، کما که قبلا هم بوده. خب علم الهدا یه امپراتوری برای خودش در مشهد درست کرده، صاحب
آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین هلدینگ ها و نهادهای اقتصادی ایرانه. منابعی که ایشون در دست داره هیچکی نداره، برای همینه که او در مشهد هر کاری که دلش میخواد میکنه، در مسابقات فوتبال به صورت زنان اسید مثل اسپری فلفل میزنه، اجازه نمیده اونجا کنسرت برگزار بشه، گردنمایه فرهنگی صورت بگیره و یک حکومت داعشی طالبانی برای خودش اونجا درست کرده. خب دامادش هم که به اصطلاح رئیس جمهور بود و ادعای جانشینی خامنه ای رو هم داشت، خب همه اینا نشون میده که زیاد مقبول آقای خامنه ای نبوده. زمین که آقای خامنه ای هم با کسی رو دروسی نداره، وقتی که به جای حساس برسه آتش به اختیار اعلام میکنه، اردوکشی خیابونی رو تهدید میکنه و نیروهاش رو میفرسته. خب اینا کارنامه خامنه ایه دیگه، 1500 کشته در آبان 98، بسیار کشته شدن در همین جریان مهسا بدون اینکه کسی محاکمه بشه یا کسی مورد سوال قرار بگیره. اینا همه نشونه این هستش که یک رهبر دیکتاتور به اصطلاح بلا منازه در ایران داره حکومت میکنه، هر کاری دلش بخواد میکنه و کوچکترین تهدید رو هم تحمل نمیکنه. و این به نظر من تهدید رئیسی هم غیر قابل تحمل بود برای آقای خامنه ای. آقای اردلان مقدم، داستان اینه که همه ما این استنباط کردیم که آقای خامنه ای اولا کوچکترین نافرمانی رو ببینه، همینطور که دوستان شما فرمودید کمال رئیس جمهور رو سرنویس کرد یا به هر حال گوشگیرشون کرد. این آدم بسیار بسیار خوب طبیعتا دیگه بعد 45 سال 46 سال همه ما شناختیم، شکی داره آدم کینه‌ایه، بسیار بسیار کینه‌ایه و از هیچ چیزی نمیگذره. با این تصوراتی که ما از آقای خامنه‌ای داریم، چگونه فکر میکنید که این آدم راهی بهتر از این پیدا نکرده و نداشت که بتونه رئیس دستر رو برداره؟ ببینید به نظر من خامنه ای رئیسی رو از سر راه بر نداشته، بلکه اون کسانی که میخوان جانشین خامنه ای بشن اینو رئیسی رو از سر راه برداشتن. یعنی اینا میترسیدن که رئیسی بتونه قدرت بگیره و جلوی اینها رو بگیره و خودش به این مقام برسه، برای همین از سر قدرت برش داشتن. از طرف دیگه خامنه ای و امثال خامنه ای، دیکتاتورهای مثل خامنه ای، واقعا بیماری روانی دارن اینها. من الله هشدارم به اون کسانیه که چشم و گوش بسته از این آدما اطاعت میکنن که ببینید حتی مطیع ترین شما ها کافیه که یک جایی در مقابل اون شخص بایستید یا حتی مقاومت کوچیکی بکنید تا ببینید چی به روزتون میاد، چطور نابود میشه. شما ببینید رئیسی یک مهره تمام عیار بود، در حدود 21-22 سالگی این دادستان دو تا استان بزرگ ایران میشه. اصلا یک آدم 21-22 ساله با کدوم تجربه دادستانی دو تا استان رو میدن بهش، الا اینکه بدونن این یک مطیع کامله، هر چی بهش بگن انجام میده و هر کاری بهش بگن میکنه. اونم آدمی مثل رئیسی که اصلا سواد عادی نداره، نداشت. پس این هشداری به اون کسایی که 100% میرن به اطاعت اینها در میان خدمت میکنن که آخر عاقبت شما بعد از تمام این خدمت ها این خواهد شد، آخر عاقبتی نخواهید داشت. یه جالبه، یه توی مصاحبه گفتم مثل که حالا به هر حال چون بحثش هم شده جا داره تکرار بشه اگه گفته باشم، در یه برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی یا جمهوری آخوندا یه آخوند نشسته بود با یه نفر مصاحبه میکرد، آخونده میگه که هر کسی در حکومت جمهوری اسلامی کوچکترین تکرار میگه سرکشی در مقابل فرمان رهبر داشته باشه، حالا فرق نمیکنه که این بنی صدر باشه
فرق نمی کنه که این هاشمی رفسنجانی باشه یا اینکه احمدی نژاد باشه. اینا در واقع قتلشون واجبه، قتلشون جزء دستورات حکومتیه. گویندی میپرسه شما این دستور از کجا گرفتید که اگر کسی جلوی ولی فقیه کوچکترین فرمانش رو انجام نده قتلش واجبه؟ آخونده میگه این از سنن پیغمبره، پیغمبر گفته. و آقای ولی فقیه هم که نماینده پیغمبر، یعنی واقعا این آقای خامنه یه چیزی تلقین کرده که یادتون باشه من اگر کوچکترین مقاومت کوچکتر کسی از جلو من بگه نه، من سرش دیراب میکنم و کردم. و این قدرت عجیب شیطانی و مخوفیست که شخصی به نام سید علی خامنه ای الان در مملکت ما داره. ازای پیام ها رو ببینیم، ببینیم که بعد از این داستان آخر عاقبت چه خواهد. برمیگردیم با Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سنحوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار، تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود.
اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، انفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. خب رفتیم روی، ولی که من از چون خواهش کنم از اتاق فرمان داشتیم خواهش میکردیم که اگر امکان داره فیلمایی از مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری آقای رئیسی و عبداللهیان رو داشته باشیم که برپار کنیم. هنوز هم فرصت هست. توی بریک من خیلی سعی کردم که این پیامه برسونم. به هر حال آقایون، اول یه نکته رو من میخواستم خدمتتون عرض بکنم و بهش اشاره کنید لطفا، و اون که میگن که نمایندگان و به اصطلاح فرستادگان 90 کشور در این مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه ابراهیم رئیسی حضور داشتم. اولا من چیزی که باید ببینم، مثلا دیدم که امیر قطر بود، نمیدونم معاون نخست وزیر فلان کشور بوده، معاون رئیس جمهور اون یک کشور بوده. عجیب ترین چیزی که به نظرم رسید متحدین مستقیم جمهوری اسلامی بودن. مثل چی؟ مثل روسیه، مثل سوریه. هیچ کدوم از اینا توی مراسم نبودن، حتی حافظ اسد هم نبود، رئیس جمهور چین هم نبود، آقای پوتین هم نبود. و کشور غربی که اصلا هیچ دونه که هیچ کدوم. و تقریبا آدم های در یک دو در یک سه تو مراسم تشییع جنازه رئیسی که معمولا در این گونه مواقع معمولا سران کشورها حضور دارن، نه آدم های دست دوم و سوم و چهارم و یا مثلا سخنگوی مجلس دومای روسیه توی مراسم بوده. آقای پوتین مثلا میهماندار حاکم شیخ بحرین بوده، نایمده. در حال این مراسمی که الان دارید مشاهده می‌فرمایید در واقع نمازی میگدی است که آقای خامنه‌ای داره می‌خونه و بر سر قربانیان این ماجرا و جمعیت‌های فرمایشی هم حضور دارن. نکته اینه که من باید در مورد این جمعیت ها اولا خان در این مراسم احمدی نژاد نبود، روحانی هم نبود، خاتمی هم نبود. خیلی عجیب غریبه، نه تنها سران کشورهای بزرگ نبودن، بلکه سران قبلی مملکت خودمون هم نبودن. و من به نظر میاد که یه تودهنی بزرگی بود که آقای خامنه ای خورد، که رئیس جمهور سابقش هم حتی حاضر نشدم بیان توی این مراسم. هیچ کدوم از رئیس جمهورهای سابق این مراسم نبودن. و کثرت جمعیت رو خاطرتون باشه، یک دفتر نباید فرمود، همین انتخابات گذشته که دو هفته پیش صورت گرفت فقط 7% شرکت کردن و این 7% همون طرفداران جمهوری اسلامی هستن. یعنی اگه فکر بکنیم جمعیت مملکت ما 90 میلیونه، جمهوری اسلامی حدود 6 میلیون طرفدار داره. اوایل انقلاب خود رفسنجانی گفت 2 میلیون. حالا کثرت جمعیت خب در نتیجه طرفدار اون هم به نسبت بیشتر شده. اینا 6 میلیون طرفدار دارن، 84 میلیون مخالف یا چطوری که اصلا اهمیت برایشون نداره بودن یا نبودن.
اینا از اون شیش بگیر حتی اکثر استفاده رو میکنن. چه نگاه کنید مثلا توی مراسم نماز میت حضور داشتن اما اینا به هر حال کسایی هستن که نورپور سیستم هستن، نورپور آخونده هستن و از این جمعیت ها شما اصلا در واقع تعجب نکنید. اینا هستن، خواهن بود، از روز اول انقلاب هم بودن که اینا یه سری نورپور و جیرفار دارن و اینا رو هرچی که لازم باشه میارن و مثل همین تصویر با بچه و فلان و تصویر هم میگیرن که دل تماشاگرها بسوزه و بگم باریکالله. ببین همه زن و مرد و کوچیک و بزرگ از حکومت حمایت میکنن، ولی که در واقع یادتون نره انتخابات نشون داد اینا فقط 7% طرفدار. خیلی خوب آقای بیژن مه جناب علی بفرمایید که در این رابطه که من به نظر من اومد که خب جمعیت زیاد بود، آره تصویر نگاه کنید جمعیت، ولی اون قضیه بری این مراسم در فقر انجام شد، یعنی کشورهای بزرگ و کوچیک نیومدن رهبران تراز اول خودشون، حتی نزدیکترین دوستای جمهوری اسلامی هیچی نگم حافظ اصلا نیومد. این ماجرا چجوری شما میبینید؟ خب آقای دلار این همه میدونن که آقای رئیسی کاره ای نیست و شخص اول مملکت خامنه ایه، برای همین بود که بسیاری از سران حتی کشورهای متحد هم نیومدن برای تشییع جنازه آقای رئیسی، در صورتی که فقط آقای رئیسی نبود، خب وزیر خارجه هم بود، مقامات بلندپایه دیگه هم بودن، امام جمعه امام تبریز هم بود، اینا به حال در یک همچین سطحی حداقل باید کشورها و وزرای خارجه خودشون رو میفرستادن یا معاون رئیس جمهور رو میفرستادن، به حال یه شخصیت رو باید میفرستادن که صاحب نام باشه و صاحب مقام باشه، اما این کار رو نکردن. اما دو تا اتفاق دیگه افتاد که خیلی عجیب بود و با اعتراضات زیادی روبرو شد. یکی این که سازمان ملل پرچم خودش رو نیمه افراشته کرد برای برگذشت مرگ آقای رئیسی، دوم این که وزارت خارجه آمریکا تسلیت گفت که با واکنش شدید بعضی از سناتورهای آمریکایی از جمله سناتور تد کروز از تگزاس روبرو شد و وزیر خارجه آمریکا رو خواست به مجلس نمایندگان و ایشون رو با عتاب و خشم بسیاری مورد خطاب قرار داد و از او سوال کرد که چرا این کار کردید و رئیسی رو قصاب تهران خوند و گفتش که آیا ایرانیا و مردم جهان الان بعضشون بهتره که رئیسی از دنیا رفته یا بدتره، که وزیر خارجه آمریکا هم قبول کرد که بعضشون بهتره و خود وزیر خارجه آمریکا هم گفتش که بله ایشون جنایت‌های زیادی کرده، یعنی واقعا جنایت‌هایی که رئیسی کرده غیر قابل کتمان، غیر قابل پوشش، غیر قابل فراموش شدنه. ایشون در کشتار 67 دست داشته، در زمانی که 2 سال رئیس قوه قضاییه بوده 400 اعدامی داشته، در زمان رئیس جمهوریش بعد از مرگ فجیع مهسا 500 نفر کشته شدن، هزاران نفر نقص عضو شدن، ده ها هزار نفر زندانی شدن، چندین نفر اعدام شدن. این کارنامه سیاهیه و خیلی عجیب بود که وزارت خارجه آمریکا این کارو کرد، اما گویا بدبستانهایی دارند و وقتی که هلیکوپتر هم ناپدید شده بود جمهوری اسلامی از آمریکا و از اتحادیه اروپا تقاضای کمک کرد که خب آمریکایی‌ها بهش کمک نکردن، اون به احتمالاً وزارت دفاع بوده که به صورت رد کرده درخواست کمک جمهوری اسلامی رو. و در اتحادیه اروپا خانم هانا نیوتن نماینده آلمان در پارلمان اروپا گفت آقا این آدمکش شما برای چی باید به این کمک کنیم که این پیدا بشه، و این واکنش های جهانی بود، یعنی یک آدم منفور که هم در داخل هم در خارج منفور است چرا باید کسی بره از او در تشییع جنازش شرکت کنه؟ حالا امیر قطر هم اگه رفته به خاطر ترسش از جمهوری اسلامی، بخاطر اینکه کشور همسایه است، به هر حال مناسباتی با هم دیگه دارن، وگرنه حتی پوتین و بشار اسد هم همونجوری که شما اشاره کردید حاضر نشدن برن. آقای اردلان مقدم کنابالید نظرتون چیه؟ از این منظر شما چگونه برداشتی دارید؟ چطور شد که این کسایی که متحدین اصلی جمهوری اسلامی هستن مثل چین، مثل روسیه و اسد رهبرانشون نیست؟
ببینید این کشورها هم درسته که الان دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، ولی مسلما میخوان که همکاریشون بعد از جمهوری اسلامی هم با حکومت آینده ادامه داشته باشه و شرکت کردن رده بالا توی همچین مراسمی براشون عاقبت خوشی نداره و خودشون میدونن که مردم ایران این رو در حافظه خودشون خواهند داشت و در حکومت‌های آینده با اینها برخورد خواهد شد. اینا هم فکر منافع خودشون هم و نمیخوان تو اینجاها شرکت بکنن به این شکل، چون اینطور که الان اخبار پیچیده خامنه‌ای مدت زیادی زنده نخواهد بود. یکی از دلایل کشتن رئیسی هم همین بود که خامنه‌ای آخرای عمرشه و اگه رئیسی الان کشته نشه احتمالاً رهبر بعدی خواهد بود یا میتونه یه اختلالی در رهبریت ایجاد بکنه. برای اینکه بعد از مرگ خامنه‌ای دچار بحرانی نشن رئیسی رو هم کشتن. و از کسانی که اینجا شرکت کردن جالبترینشون ملا برادر از افغانستان بود که همه کسایی که فکر میکردن اینها دشمن جمهوری اسلامی خواهند بود، حالا میبینیم که میان در مراسم تشییع جنازه رئیسی شرکت میکنن و ابراز تأسف میکنن و ایران هم خیلی خوب ازشون استقبال میکنه. آقای دلار، من یه مسئله رو میخوام بگم در مورد اون 6 میلیون نفری که شما اشاره کردید بهش، که درسته، رقم درستیه. یعنی واقعا جمهوری اسلامی بیشتر از 6-7% طرفدار نداره، ولی این 6-7% این 6 میلیون یک رهبر دارن، یک انسجام سیاسی دارن، تشکیلات دارن. مثلا 33 نهاد نظارتی در ایران وجود داره، امر به معروف و نهی از منکر، از این صحبت ها 17 تا نهاد امنیتی وجود داره و اینا پشتوانه خوبیه. یعنی اون 6 میلیون نفر طرح دارن، برنامه دارن، نقشه دارن، رهبر دارن و میدونن که چی میخوان. میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. متاسفانه مخالفین که حالا 84 که اغراقه، ولی غالبا مثلا 10-15 میلیون نفری هم که مخالف جمهوری اسلامی هستند، بقیه هم براشون حقیقتا تفاوتی نداره، دنبال معیشتشونن. 100% مخالفان جمهوری اسلامی بیشترن، اما نه رهبر دارن، نه طرح دارن، نه تشکیلات دارن، نه برنامه دارن. بنابراین به قول ناپلئون، یک سرباز جنگی بهتر از 1000 تا سرباز ترسوه. این حکایت ماست. من نمیخوام بگم ملت ایران ترسوان، ولی اگر انسجامی بود، اگر رهبری بود، اگر طرح و برنامه‌ای بود، خب قطعا جمهوری اسلامی نمیتونه حکومت کنه. جمهوری اسلامی یک حکومت ورشکسته و فرو ریخته است، در تمام ابعادش فروپاشی شده، در بعد اقتصادی، سیاسی، اقلیمی، اخلاقی. تنها بعدی که فروپاشی نشده بعد امنیتیه که اونم خدشه‌دار شده. یعنی الان جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل کاملا دست و پا بسته است. اسرائیل هر کاری دلش بخواد میاد میکنه، رئیس جمهورش کشته میشه، نمیتونه رئیس جمهورشو برای 16 ساعت پیدا کنه، دست به دامن کشور دیگه میشه. ولی همین به اصطلاح بعد نصف نیمه امنیتی کافیه که مخالفین رو سرکوب کنه، بکشه، از بین ببره و زندانی کنه. عجب نکته قشنگی رو شما اشاره کردید، چون این بحثی بود که ما در برنامه قبل با آقای افتخاری داشتیم، بدون که نمیدونم شما برنامه دیدید یا نه، الان این مسئله اشاره کردید، خیلی جالب. اونجا من با آقای افتخاری به این نتیجه رسیده بودیم که مشکل اساسی اینه که ما ممکنه مخالفین، یعنی ممکنه نه قطعا مخالفین اکثریت رو دارن و رهبر ندارن. یعنی رهبر نیست که سازماندهی بکنه، همه چیز رو به امید خدا و نمیدونم خودجوشی اینا در اونا واقعا سازمان یافتن. آقای اردلان مقدمه حرف بحث قشنگی رو آقای به نظرم آقای بیژن به خوب مطرح کردن و به جا مطرح کردن. نظر تو چی در این مورد؟ رفسنجانی توی مصاحبه که باهاش شده بود پاسخ جالبی داده بود. گفته بود ازش پرسیده بودن که شما 2 میلیون بیشتر طرفدار ندارید، چطوره که هنوز تونستی سرپا باستید؟ گفت ما 2 میلیون طرفدار داریم که حاضرن هر کاری برای ما بکنن و مخالفین بسیاری داریم که جرأت ندارن کاری بکنن، نمیتونن کاری بکن. خب این جواب همین سوال شماست. عده‌ای که بخوان کار بکنن احتیاج، همونطور که آقای مهر گفتن، احتیاج به سازماندهی دارن، احتیاج به پول دارن، احتیاج به حمایت دارن، احتیاج به نیرو دارن. الان متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده
شیوهی رو پیاده کرده در بین مخالفا که مردم اصلا بدگمانن. اینی که میبینید مردم سر به اصطلاح خودجوش میان تو خیابون تظاهرات میکنن، کشته میدن، زخمی میدن و دوباره برمیگردن به خونه ها، برای همینه مردم از این که دنبال کسی برن به اصطلاح چیز نیستن، از این که به کسی اطمینان کنن نمیتونن اطمینان بکنن، سرخورده شدن مردم. مردم از یه لحاظ خوبه، از یه لحاظ بده. خوبیش اینه که خب مردم بیشتر به قدرت خودشون متکی میشن، ولی بدیش اینه که قابل سازماندهی نمیشن. جمهوری اسلامی کاری کرده که مردم ایران سازمان پذیر نیستن اصلا، رهبر پذیر نیستن اصلا. با قضایای مثل همون حتی مسئله سبزها، موسوی، شما میبینید که جمعیت بزرگی دنبال موسوی را افتادن، همه امیدوار بودن بهش، ولی یه دفعه خودش کشید کنار، هیچ دستوری هم نداد، هیچ حرکتی هم نکرد، رفت خونه نشین شد، خیلی راحت مردم هم سرکوب شدن. مردم اینجا سرخورده شدن، مردم میترسن از اینی که دنبال یکی برن و دوباره وسط راه ول بشن، وسط راه اون شخص بکشه کنار، مصالحه بکن. بله ممنون. خواستم بپرسم که شما که چند هستید و تو سازماندهی مهارت خاصی دارید، چرا نتونستید این کارو بکنید؟ که در واقع جواب خودم یه جوری شنیدم که حکومت کاری کرده که ملت، مردم سازمان نمیشه سازمانشون داد. راحت میکنم متوجه شدم چی گفتید. آقای مهر، شما موافقید با این نظر آقای اردلان که مردم ایران در شرایطی هستن که نمیشه سازماندهی بهشون داد، سازماندهیشون کرد؟ جبهه ملی نمیتونه. نه جبهه ملی که الان واقعا هیچ فاکتوری نیست، هیچ به اصطلاح وزنه‌ای نیست، برای که چندین جبهه ملی الان وجود داره که اینا بیشتر با خودشون درگیرن تا با حکومت اسلامی. خب این چیز خوبی نیست. اما رهبری، اگر ببینید شاخصهای زیادی داره که متاسفانه ما نداریم یه همچین کسی رو در حال حاضر، صداقت، درایت، شجاعت، رد پاس، انگیزه است. جمهوری اسلامی هر کسی رو که دارای این خصوصیات بوده کشته یا از بین برده یا خل اصلاحشون کرده دیگه. اما اون رهبر بالاخره یک روزی پیداش خواهد شد، حالا نمیدونم از جناح راست، از جناح چپ، از جناح ملی، ولی اون خواهد آمد و دست به سازماندهی خواهد زد و مردم الان واقعا اشتیاق دارن، یعنی مشتاق این هستن که یه رهبری پیدا بشه، یه سازوکاری به صورت داشته باشن که بتونن مقاومت کنن. منتها این رهبری در حال حاضر انقدر فشل و انقدر ناکارآمد بود، حتی از این اعتراض عظیمی که در جنبش مهسا صورت گرفت نتونست استفاده کنه، نتونست اون اکثریت خاموش رو قانع کنه که برای بقای خودشون، برای آینده خودشون به اعتراضات بپیوندن. برای چی؟ برای اینکه یه شعارهایی دادن، نمیدونم سبزی پلو با ماهی، نمیدونم اینوری اونوری. این شعارها پذیرفته نشد توسط اون اکثریت خاموش، چون رهبری وجود نداشت، چون جامعه مدنی هنوز قدرتمند نبود. ولی اگر این شکل بگیره با یک شعار محوری و با روشن کردن اولویت و با طرح و استراتژی، قطعا این رژیم زمین خواهد خورد. این رژیم یه رژیم بی سواد، ناکارآمد، ابله و احمقه و تنها کاری که بلده کشتن مردمه. و اگر این رو ازش بگیرید که این هم توسط خود مردم با شکافی که درون حکومت به وجود خواهد اومد قابل انجام شدنه. قطعا من خیلی خوشبینم به آینده، ولی به قول خمینی که گفت سربازای من هنوز در شکم مادرشونن، احتمالا رهبر آینده ایران هم هنوز در شکم مادرش. خب آقا شکم مادرش آقا یک دقیقه فقط آقای عدلان در مورد آینده یک دقیقه بفرمایید، وقت نداریم، بفرمایید آینده رو چطور می‌بینید؟ من در مورد رهبریت عرض کنم. ببینید با این روشی که مردم ایران دارن الان پیش میرن، اگر کشورهای خارجی دخالت نکنن، مردم ایران رو آزاد بذارن در حرکات خودشون، رهبر جنبش از درون جنبش و از کف خیابون بالا خواهد اومد، از بین خود مردم. رهبر از بیرون هیچ وقت
تحمیل نمیشه. رهبر باید از بین خود جنبش و از بین خود مردم بیرون بیاد و همینطور هم خواهد شد، امیدوارم و مطمئنم که خواهد شد و مردم ایران با دست خودشون به رهایی خواهند رسید. یک دنیا ممنون جناب آقای اردلان مقدم، یک دنیا ممنون جناب آقای بیژن خانم، و سپاس دارم برای آقای سپهر خسروی نازنین، کارگردان فنی گپ خودمانی با ستار ندا در تلویزیون ملی فارس. و این سپاس دارم، سپاس بیکران، و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنم. شب روز خوش. پاینده ایران.